ستاور غواني تمو كلي بيا قيام داي ستاور هريسي مهري برخي تمو پام داي بيل مكري تمر ككر در تلتنا بنام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، امید هر جایی که هستین صحتمند و سرحال باشین. خوشحال هستیم که یک بار دیگر خدمت شما عزیزان قرار دارم. بیرندای عزیز، شاروالی کابل نهاد است که در سرسه‌های گوناگون از تنظیف و سرسبزی گرفته تا زیبایی سازی شهری، ساخت و سازی سرک ها و کوچه ها، آگاهی عامه و غیره فعالیت دارد. ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل از ریاست های کلیدی و مهم این نهاد است که در بخش زیباسازی شهری، ایجاد تفریگاه ها و سالون های فاتحه خانی، فعال نگه داشتن موترهای جنازه و احداث هزیره ها فعالیت دارد. برنامه زیباسازی شهری یکی از برنامه های مهم و اساسی این ریاست است که از مدت بدین سو در شهر کابل در حال انجام شدن است. اینکه این برنامه چقدر تا کنون پیش رفته، چی فعالیت هایی داشته، چی دستاورد هایی داشته در این برنامه میبینین. دوستان عزیز، زیباسازی این چهار را یکی از نمونه های این برنامه زیباسازی است. ما امروز رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل را با خود داریم در اینجا. از اینا میپرسیم که اینا تا کنون چی دستاوردهایی در قسمت این برنامه داشت؟ دوستا عزیز، رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل را در اینجا با خود داریم. از اینا در مورد برنامه زیباسازی و اینکه این برنامه در کدام نقاط شهر کابل تا کنون عملی شده میپرسیم. السلام علیکم جناب رئیس، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکات. شما خوب هستین انشاءالله؟ سلامت باشین، بخیر باشین. در مورد برنامه زیباسازی تان بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که هموطنان عزیز شاهد زیبایی های خوبی به سطح شهر کابل هستند و همه هموطنان ما چی در داخل از کشور و چی از در بیرون از کشور، این خدمات شاروالی کابل را استقبال خوب میکنن و ما هم از اونا تشکر میکنیم که از زحمات که شاروالی کابل در سطح شهر کابل خدمات عرضه میکنه و زحمات میکشه، از این که مردم ما خرسند هستن ما هم از اونا تشکر میکنیم. به خاطر که همه زحمات شاروالی کابل را نادیده نمیگیره و در همه رسانه ها روی موضوعات پیشبرد امورات شاروالی کابل بحث های صورت میگیره و تا حدی را که ما معلومات داریم الحمدلله که توانستیم اما در رضایت مردم خود را حاصل بکنیم. در پهلوی پروژه های بزرگ زیربنا به سطح شهر کابل که از طرف شاروالی کابل تطبیق میشه و همه روزه هموطنان ما شاهدش است، یک موضوع زیبایی شهر نیز بسیار به جدیت به پیش میره که در نقاط مختلف شهر کابل شاروالی کابل توانسته این برنامه های زیبایی تقدیم هموطنان و همشهری های عزیز کابل شود. ما شما امروز شاهد یکی از چارایی هایی که فعلا همینجا موقعیت داریم در وزیر اکبر خان، این قبلا یک مخروبه بود و این ساهم ساهه بسیار دیپلماتیک است. سفارتخانه ها و اکثر بزرگای امارات اسلامی در این منطقه قرار دارن، بعضی سفارتخانه های بزرگی هم در وزیر اکبر خان موقعیت دارن، مگم چارایی بسیار به وضعیت بد قرار داشت. نظر به هدایت جناب شاروان صاحب ما آغاز به کار کردیم و الحمدلله که توانستیم یک زیبایی خوبی را تقدیم همشهری های عزیز کابل بکنیم که هم به زیبایی منطقه افزوده و هم همو سبک دیپلماتیک در اینجا اجرا شده الحمدلله. و این برنامه های زیبایی نه تنها که در داخل شهر کابل بلکه آهسته آهسته به بیرون از شهر نیز در حرکت است. در سر شمالی یکی از گلدان های بزرگی که تقریبا 750 متر مربع مساحت داره و قبلا از طرف کراچیوانا و دستفروشا غصب شده بود، اصلا کسی فکر نمیکرد که در این ساحه
کدام زیبایی وجود داشته باشه، کدام گلدانی وجود داشته باشه که مردم به این گلدان یا پارک کوچک از او استفاده بکنه. نظر به هدایت جناب شاروال صاحب، ساحه توسط ناحیه پاککاری شد و کراچی هایی که در اونجا ساحات را غصب کرده بود بیرون شد. بعد از او به ما هدایت دادن و ما هم الحمدلله که توانستیم یک زیبایی خاص را در او موقعیت اجرا بکنیم که انشالله به زودترین فرصت ما شما شاهد افتتاح از او زیبایی بزرگ به سطح شهر کابل می باشیم. در ساحات مختلف شهر کابل برنامه زیبایی تحت کار است، اجرا میشه و ما هموطنان و همشهریای عزیز کابل خود را اطمینان میتیم هر آنجایی که نیاز به زیبایی داشته باشه شاروالی کابل آمادگی خاصی به خاطر پیشبرد امورات زیبایی شهر در نظر داره و آهسته آهسته این پلان زیبایی در تمام نقاط شهر کابل تطبیق میشه انشاءالله. تا کنونی تو مشخص گفته میتونی که در کدام نقاطی چارایا زیبایی سازی شده و نمادهای زیبایی ساخته شده و همچنان بگین که برنامه را شما چی وقت آغاز کردین؟ ما به مدت 1.5 سال میشه که برنامه را آغاز کردیم و اولین ابتکار زیبایی من مسجد الاقصا بود که در چارایی بزرگ کمپانی تطبیق شد. واقعا که یک مخروبه بود، معتادین در اونجا زندگی میکرد، کثافات بود که مردم شهر، مردم منطقه در اونجا به حیث کثافات دانی از اونجا استفاده میکرد و طبق هدایت شاروال صاحب ما در اونجا آغاز به زیبایی کردیم و توانستیم که یکی از نمادهای تاریخی اسلامی را در اونجا تطبیق بکنیم. الحمدلله که نه تنها به زیبایی منطقه افزوده بلکه به خاطر نمازگذاری مردم چهار اطراف چارایی کمپانی نیز در اونجا استفاده میشه و تمام مارکت داران و دکانداران در اونجا در اوقات نماز به خاطر ادای جماعت هم از اونجا استفاده میکنه. چطور بوده رئیس صاحب؟ شما گفتین که واکنشی مطلوبی داشتن شهروندان، دیگه چی انتظاری دارن از شما به خصوص از شاروالی کابل و به خصوص از شما که شما در عرصه زیبایی سازی شهری دیگه چی کارهایی رو شما انجام میدین؟ انشالله ما طبق وعده و طبق هدایت جناب شاروال صاحب و رهبری شاروالی کابل جدیدم پلان مایی است که کدام پروژه زیبایی تحت کار است او به اتمام برسه و بخیر به سال آینده در تمام پارک های شهر کابل کتابخانه های جور بکنیم که جوانان عزیز ما با وصفی ازی که میان به خاطر تفریح در پارک بتوانن از وقت استفاده بکنن یک کتاب نیز مطالعه بکنن. یکی از جزء کاری فرهنگی مهمی است انشالله که ما به سال آینده برنامه داریم بخیر که بتوانیم در تمام پارک های شهر کابل کتابخانه های کوچک و بزرگی بسازیم تا جوانان ما دسترسی به مطالعه کتاب نیز داشته باشند. در پهلوی از این سر پارک های بزرگ شهر کابل نیز کار ادامه دارد. تنها چارایی ها نمیتونه به زیبایی شهر بیفزایه و مشکلات زیبایی شهر را مرفوع بسازه. از اینکه الحمدلله پروژه های بزرگ زیربنا تحت کار است، مثل سرک سازی، مثل کانال سازی، مثل پارک های بزرگی که تحت کار است از طرف شاروالی کابل، در ضمن یک جزش زیبایی های چهارایی ها است که نیاز مبرم شمرده می شود و نظر به هدایت جناب شاروال صاحب و رهبری شاروالی کابل ریاست امور کلتوری در این راستا خدمات خوبی عرضه کرده و امیدوار استم که تمام نقاط شهر کابل به زودترین فرصت زیبا و تقدیم هموطنان عزیز ما باشد. تشکر جناب رئیس. در قسمت تنظیم لوحه ها شما کدام پلان و برنامه دارین؟ چرا که اکثرا دیده میشه بعضی از کلمات نامانوس و کلمات بیگانه در لوحه ها به کار برده شده، کدام پلان است بخیر که لوحه ها تنظیم شود؟ ما از طریق همین یوتیوب چینل شاروالی کابل به تمام هموطنان به خصوص همشهری های عزیز کابل البته خواهش جدی مامی است. در این راستا یک کمیسیون بسیار بزرگ ایجاد شده نظر به حکم ولی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب و در وزارت محترم اطلاعات فرهنگ است. از چندین اداره در اونجا نماینده
معرفی شده که ما به حیث نمایندگی از شهرولی کابل در اونجا معرفی شدیم در کمیسون. به این راستا ما از هموطنان عزیز خود می خواهیم که دیگر به هیچ شکل ما اجازه نمیتیم تا در اشتهارات و تابلوهای شهر کابل از کلمات بیرونی استفاده شود. دو زبان ملی که داریم و نظر به نیاز در بعض مناطقی که زبانهای دیگه شیرین وطن ما استفاده میشه، ما به هیچ کلمات و زبانهای خارجی دیگر اجازه نمیتیم، چی در رسانه ها و چی در نشریات بسط شهر کابل تابلوها دیگر اجازه نیست که از کلمات بیرونی استفاده شود. حتی از جاهای نامناسب دیگر اجازه نیست که استفاده بکنن. هر جا دیوار را ببینه اینا یک چیز بنویسن، اشتهارات بکنن، جلوی از او هم گرفته میشه و در یه شکی هم نیست که بینظمی تابلوها و از این که در هر جای استفاده میشه از نوشتار روی دیوارهای دولتی و غیر دولتی، این هم یک زیبایی شهر چلنج کرده در یه شکی نیست. و ما انشالله من بعد متوجه از این هستیم. دو اطلاعات پخش شد از طرف کمیسیون به تمام هموطنان، خصوصا به همشهری های عزیز کابل. بعد از این انشالله اقدام ما جدی است. ما هم این مطبعه‌ای که نشریات میکنه یا پیشنهادات مردم را در مورد چاپ اجرا میکنه، با اونا هم مجلسی داشتیم و اونا را هم به پالیسی جدید امارات اسلامی و همی کمیسیونی که جدیدن ایجاد شده به خاطر جلوگیری از کلمات و فرهنگ خارجی در لوحه ها و تابلوها، اونا را هم مطلع ساختیم. انشاءالله که مشترکاً با همکاری همشهری های عزیز کابل، با همکاری هموطنان ما در سایر ولایت، به زودترین فرصت می توانیم که جلو از فرهنگ و کلمات بیرونی گرفته شود تا مردم ما با فرهنگ و نوشتار خود اصیل افغانی ما آشنایی پیدا بکنه و از این استفاده بکنه. سپاس از شما، تشکر بسیار زیاد. از شما هم تشکر. سلامت و بخیر باشید. خیر باشید. دوستان عزیز، جناب رئیس معلومات مفصلی را درباره برنامه زیباسازی برای شما ارائه کردن. با ما باشین دوستان عزیز. رئیس صاحب، چهارراه ها و نمادهای زیبایی که در نقاط مختلف شهر کابل ساخته شده، ما بتانیم در حد توان بعضی از چهارراه ها و نمادهای زیبایی را برای شما عزیزان معرفی و تصویر بکشیم. با ما باشین. دوستان عزیز، بعضی از هموطنان ما در اینجا آمدن بعد از اینکه این چهار راه زیباسازی شده. بخیر، بعضی دوستان ما اینجا آمدن، شش تن از اینا نظرشان در مورد این زیباسازی و این چهارراه می داشته باشیم. با ما باشیم. علیکم السلام. خوب هستین؟ علیکم السلام. خوب انتیال بخیر، سلامت. سلامت باشین، بخیر باشین. لهجه تان هراتی است، از هرات آمدین؟ بله، از هرات هستم. ماشاءالله. اینجا کار داشتین آمدین؟ مریض دارم به شفاخانه. خدا شفا بده. چطور که آمدین اینجا نشستین در این چهارراه؟ همینطور یک فضا سبز خوبی بود، بی آماده بشیشتیم هم لحظی دیدن کردیم. بسیار خوب. قبلا هم آماده بودین در این نقاط کابل و خصوص در این منطقه؟ نه، همین شش هفت روز میشه به کابل آماده. باری اول تان است؟ بله. چطور است زیباسازیش تو این نماد زیبایی ساخته شده؟ چرا خواهد به نظر تان؟ این خوبی شهره. پکی خوبی شهره. که پاک باشه شهر، شهر با درخت و گل و همه چیز داشته باشه، کسی لغتبال نکنه، روش کنه به زیبای شهر، هرچی آدم فکر کنه خوبه. به نظرتون کار اقدام و کاری نیک است که چهارراه ها شما ببینین؟ بعضی از نقاط دیگر شهر کابل هم حتما رفتین، اگر برین ببینین همینطور نمادهای زیبایی ساخته شده. به نظرتون چه رقم است؟ یک کار نیک است؟ با این کو بیخی کار نیک است، بزی کار نیک است که ما شما گرد و خاک و اینو که نجات یافیم، اطفال ما همیشه شاد و خرم است. سپاس کاکا جان، از خودت سلامت باشی. تشکر شما. خیر باشی. برادر خوب هستی؟ علیکم السلام برادر، وقت شما بخیر. سلامت باشی. میشه نام تا بگین؟ عبدالمنان از ولایت غور. عبدالمنان از ولایت غور. اینجا کدام کار داشتین آمدین؟ کابل یا چکر آمدین؟ چطور؟ مریض دارین در شفاخانه. خدا همه گی مریضا رو شفا بده. چطور که آمدین اینجا نشستی؟ خب فضای سبز از دل آدم حواس میکنه که بشین بدر. واقعا همین تو آدم هر جایی که سرسبزی ببینه مایلش میکنه که آدم برای بشینه. چطور است فعالیت های شهرولی کابل؟ خب ما قبلا آمده بودیم اینجا، خوشایند نبود، برای فعلا آمده است. بسیار باحال هم جور کرده.
قبلا آمده بودی وضعیت اینطوری نبود دیگه، خیلی حتما ممکن جدیده بودین، وضعیت خیلی خراب بود. ما که قبلا آمده بودیم همین سیستم نبود، سیستم نو جور کرده، فضای سبز نو جور کرده که آدم خوشش می اینجا بشینه. تشکر از خودت. سلامت. سرژد پر ورغوی در توای امینا چنگ دا، سرژد پر ورغوی در توای امینا چنگ دا. کڑی دی آیا سمولا پر کلام ستاینا، ای گران وطنا. دوستو عزیز، اینجا چورای ملک اصغر است، چورای گلبار سنتر هم بهش میگن. اینجا هم که قسمی که شما میبینین نماد زیبایی ساخته شده، در اینجا هم بعضی از هموطنان ما نشسته، از اینا نظرشون در مورد زیباسازی شهر میپرسیم. سلام برادر، خوب هستی؟ سلامت باشی. نامت همیشه بگی چی هست؟ نام ما شیزده هست، ولایت کابل و ولسوالی شکر دارم. خب اینجا چی میکنی آمدی شستی؟ اینجا آمده محمد تو چمن بود، یک برای خوشم آمد و جای خوب و خوش. آها، خودت هم میبینی ایتون نمادهای زیبایی در چهارایی ساخته شده، نظرت منیسی یک شهروان چی هست؟ یک خدا می نیک هست؟ نظر من اینمی هست که هر جای باید نیکابل یک اصافات دوست شده و اینمی هر جای نمود یک جای جور شده که مردم یک ذره هوای خوب و استفاده خوب است بشه بکنه بیاد. تشکر از خودت. زنده باشی، خیر احمد باشی. برادر نام خودت چیست؟ نام ما ادریس ایدریس جان. خودت هم باشنده کابل هستی؟ من باشنده ولایت کابل هستم. اینجا آمدی چهارایی نشستی، چطور وضعیت چهارایی؟ از چهارایی بسیار خوب شد، سابق قدر خیلی بهتر شده است. تغییر کرده، این تغییری مثبت آمده؟ بله بله، یک فضای خوب، یک فضای آرام خوب، یک چمنای اساس اساس منظم کل چیز خوب است. چطور از فعالیت های شهروالی قسمی که میبینید؟ زیبا سازی است و ساخت و سازی سرک هاست. ها بسیار زیاد فعالیت زیاد داره واقعا، در سه چهارایی سرک چیزا بسیار زیاد فعالیت زیاد داره. ما بسیار خوشحال هستیم از این فعلا. این چهارایی خود ساخته میشه، وظیفه شهروالی است، شهر زیبا میسازه، سرک میسازه، زیبایی سازی شهری است، همه چیز. شما منیس یک شهروند در حصه نظافت، نظافت و پاکی شهر شما چی کاری میکنین؟ ما دیگه فقط هم فکر کنیم که شهر خود پاک نظافت رعایت میکنیم، نظافت هم رعایت کنیم، شهر خود پاک نگاه کنیم و کدام جنگلی چیز کثافات چیز رو در جایی نندازیم. گپی نیک است. آنها خود انرژی میخوری، بازی قوطی هایش کجا میبرین؟ خودم هم میبرن دیگه. در روی سرک خونه میندازیم؟ نه در روی سرک نمیدازیم، اینجا اصلا دوله کثافات هست در روی میندازیم. وظیفه شهروندی را ادا میکنین؟ بله بله، صد صد. باید هر شهروند وظیفه ایمانی و وجدانیش است که این کار را بکنه. تشکر از خودت. سلامت باش. خیلی باش. دوستای عزیز، صحبت های شهروندان را شنیدین، همگی نظری نیک دارن، همگی خوش هستن از ساخت و سازی چهار راه ها، زیباسازی چهار راه ها، ساخت و ساز نماد ها، همگی نظری نیک دارن و همگی راضی هستن. سمر قربان ورکړي وجي انقلاب ته مو چنار چنار ځواني ورکړي وینې مو پتا. دوستو عزیز، د هر ګوښه شهر کابل کې شما برین ببینین، مشاهده وکړین، یک نماد زیبایی ساخته شده حتما توسط شهروالی کابل. همگی از این که تغییرات مثبتی در سیمای شهر کابل آمده، همگی راضی هستند و خرسندند. دوستو عزیز، این بود برنامه امروز ما. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتان، موفق و پیروز باشین. پر میدان هر وقت زلی دلی زار دمیر